دوم شما فرمودید راجع به فلسطین و گویا این اتفاقی که افتاده یک نظریه ای داشته باشین. میتونم یه چند دقیقه وقت میخواین؟ یه 5-6 دقیقه اگر میشه. بله 5-6 دقیقه شما فکر کنم این مسئله براتون خیلی مهمه، درسته خانم؟ 100% مهمه. مسئله روزمونه. حتما. اتفاقا من در این زمینه صحبت نکردم، میخواستم هم با شما هم در این نظرتون رو ببینم که چون یک مقدار الان خبرهام زد و نقیزه، میخوام ببینم نظر شما چیه و برداشت شما از این حرکتی که انجام شده چیه. ببینید خانم عبدی عزیز، من خیلی روز اول بسه قبلم بهش اشاره کردم در چند دقیقه بعد. درسته خانم عبدی، من یک انسانی هستم مثل شما، مثل بقیه دوستان تلویزیون آریامه رادیو ایران از تلویزیون تلویزیون بسیار میان برستم که به خصوص در بین طرفداران پادشاهی پارلمانی تعداد ما زیاده، چون ما ارث و میراث سیاسی اون از رضا شاه بزرگه، برای همین هم از او یاد میکنیم و اون ایران محور بودن ماست، یعنی ما همه چی برای ایران میخوایم. آفرین. ما هر ایدئولوژی رو داریم. بذارید خیلی واضح بگم، من شاه رو برای پادشاهی میخوام، یعنی شاه رو در خدمت سامان پادشاهی میخوام و پادشاهی رو به کل در خدمت ایران میخوام. دقت میکنید؟ بله متوجه هستم. شاه رو برای پادشاهی و پادشاهی رو برای ایران میخوام، یعنی اصل حرف ما ایرانه. 100% ایران محوریم. ما مثل این آقایون سبزلگی اسلام پرست تازی پرست نیستیم که ایران رو بخوان قربانی اسلام بکنن. ما مثل کمونیست نیستیم که برای کمونیستشون کمونیسم ایران رو بخوان قربانی امیال ایدئولوژی خودشون بکنن. در حالت و مسئله تریسی سایل هم همینه، من از دید یک میهن پرست ایرانی به این مسئله نگاه میکنم. در دورانی که خانم عبدی عزیز تروریست های فلسطینی حزب الله جنوب لبنان که عکساش رو نه شما پخش کردید، خواستید من عکسای دارم بگم شما اینو تلویزیون نشون بدید اگه اشتباه نکنم، خواستید براتون ایمیل میکنم جانب. که مزدوران حزب الله جنوب لبنان و تروریستای حماس در کنار بسیجی ها به مردم ایران در داخل تهران تیراندازی میکنن. عکسایی هست که نشون میده مزدوران جنوب لبنانی و حماسی در کنار نیروهای بسیج در همین شورش مردم ایران در سال گذشته به سوی جوانان ایران تیراندازی میکنه. حالا من به یک ایرانی به سود من چیه خانم عبدی؟ که این نیروها مشغول جنگ در یک جبهه دیگه باشن یا با خیال راحت بیان برای پول مزدوری جمهوری اسلامی بکنن؟ نظر شما چیه خانم عبدی؟ کاملا با تو موافق هستم. نظر من هم اینه که اینا نمیتونن، که ایران برای ما مهمه، مد نظر ما ایرانه، یعنی چیز دیگه من نیست. من خیلی روح پوسکنده نگم، من نه برام اسرائیل مهمه نه فلسطین، با هیچ کس هم دشمنی ندارم. من اول به فکر منافع ایران باید این مردم ایران در ذلت مطلق هستن، جواناشون در زندان هستن، دارن شکنجه میشن. چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، درست؟ من هم که هر چراغی اونجا حرام میدونم، چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. الان هفته به دو نفر از آقایونی که در برپا کردن رژیم جمهوری اسلامی، خانوم ها و آقایونی که در برپا کردن رژیم اسلامی و آوردن خمینی به قدرت فعال بودن بیانیه ای دادن. اتفاقا اجازه بدن یک نامه‌ای که خودشون از جنبش سبز مردم ایران خواندن یک اعلامیه دادن و اسرائیل رو زیر سوال بردن. اولا اینجا من بگم خیلی روش و پوسکنده بگم، اگر قرار باشه من بین فلسطین و اسرائیل یکی انتخاب کنم، من 100 بار اسرائیل رو قرار کنم اگه منو مجبور، چرا؟ چون اسرائیل هرچی باشه کشور دموکرات، دقت میکنید، سیستم دموکراتیک داره، پارلمنتاریسم داره. من اگه اولا یکی اینه، دوما در الان که من و مردم ایران زیر ستمن، به من چه مربوطه فلسطین چه خبره؟ به من چه مربوطه در اسرائیل چه خبره؟ این آقای انگار در ایران ما الان تک ایران وضع سوئیس داره، وضع سوئد داره. آقای رو اعلامیه دادم، اعلامیهش اینه، میگه که به فرضش رو میخونم اصلا وحشتناکه، بخونه. میگه حمله بامداد دوشنبه خرداد ارتش اسرائیل به کشتی‌های امدادی حامل مواد غذایی و درمانی برای مردم ستمدیده غزه بودند. این نامه یکی مقاله نه. اولا خانم آقایون عزیز، مردمی که در غزه هستن اول از همه از سوی نیروهای حماس بهشون ستم روا میشه. خانم عبدی، یوتیوب فیلم‌هایی هست که نشون میده همین نیروهای حماس چجوری فلسطینی‌های غزه رو با باتون کتک میزنن، تیرباران میکنن. هر کسی که طرفدار
نیروی الفتح بود. الفتح میدونید رقیب نیروهای حماسه. بله. دونه به توسط همین نیروهای حماس در نوار غزه تیهران اعدام شدن. کلیپاش از تاگیت. بعد من ایرانی دیدم گفتم بله کشتار بی‌رحمانه فلان و بیگمان رو اینا مظلوم میخوانه. بعد اینطور میگه. میگه جنبش سبز مردم ایران به اقتضای آزادی خواهی و احترام به حقوق اساسی همه مردم با نهضت های قوی بخش سرتاسر جهان به خصوص به حرکت آزادی جنبانی فلسطین همراه همقدم است و خشونت های خشونت ورزی رژیم اشغالیان اسرائیل به سرکوب جریان رژیم حاکم بر اون مشاهده مییابد. اینا رو نوشتن. اما من یه مسئله خیلی خوب پیشکنده بگم. اولا این نیروهای حماس هستن که در داخل ایران بچه های ما رو در تحریزها شکنجه میکنه. بیمونم کجا سازمان امدخان و عبدی سازمان دموکراته؟ یک سازمان فاشیستی اسلامی که دموکراسی رو قبول نداره، که حقوق بشر رو رعایت نمیکنه، که عملیات تروریستی میکنه، کجا میتونه به حرکت آزادی خواهانه مردم ایران همراه باشه؟ خانم عبدی درست میگه. چرا اینا میان به نگاه توهین میکنن؟ نگاه طرفدار جنبش حماس بود؟ نگاه خودش بوم میرفت میرفت بچه مردم رو میکش؟ چرا آقایون اومدن نوشتن مردم نهضت سبز ایران به حرکت از مردم فلسطین همراه است؟ مردم ایران نه از تروریست های فلسطینی اگه اعتراض میکنن و نه کسانی که در ایران کشته شدن. ما شاهد کلیپا بودیم خانم عبدی. مردم ایران نه به خودشون بمب بستن نه رفتن بچه های مردم رو سرگردن. کجا بچه مردم ایران مثل فلسطینیان؟ خانم عبدی عزیز مگه شعار مردم ایران نبود نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران؟ درست میگم؟ دقیقا این شعار داخل ایرانه. بله بله.